بخش نخست برنامه است و قسمی که در آغاز گفته می خواهیم در مورد ارتقای ظرفیت جوانان در جامعه بیشتر صحبت هایی را داشته باشیم با بانو صدف قریشی استاد دانشگاه. استاد خیلی خوش آمدیم به برنامه. تشکر، سلامت باشین. سلام به شما و به برنامه زیبای شما و از طریق شما به بینندگان تلویزیون هارزو و شبکه جهانی تلویزیون هارزو. خوشحال هستم که امروز بار دیگر با شما هستم و از طریق شما مهمان خانه های علاقمندان تلویزیون. شما زنده و سلامت باشین. ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و از این بین شروع بکنیم استاد که جوانان واقعا چگونه یک قشر از جامعه هستند و چقدر ظرفیتشان مهم است بر از اینکه جامعه ضرورت‌های خود بتونه توسط اونا برطرف بکنه؟ خب در حقیقت ایره میدانیم که جوانان در حقیقت یک قشر کلیدی جامعه هستند. قسمه که یکی از دانشمندان ما بیان میکنن و میگن که جوانان از جمله طبقه‌ای هستند که در حقیقت اینا خیلی تغییر طلب هستند و هر لحظه که بر از اونو یا هر قدر که بر از اونو احسار بکنیم، فداکاری بکنیم، عشق بورزیم، در حقیقت اونا یک اماسه ای را به خود میگیرن که هو اماسه را ما میتونیم به نام یک تغییر یاد بکنیم و میتونیم هو اماسه را به نام یک جوان یاد بکنیم که میتونه هر نوع فداکاری را به اجتماع خود انجام بده. خب بدبختانه که در کشور ما زیادتر رو کار بالای جوانان نمیشه. اگر ما بالای جوانان و بخصوص بالای طبقه جوان کار بکنیم که از او جمله بخش های اجتماعی سیاسی است یا در بخش های اداری ما کار بکنیم، یعنی میتونیم یک جامعه داشته باشیم که در ما شاهد بهترین ترقی خود بودیم. دقیقا. اما باید اساسا چه کارهایی انجام شود به اینکه جوانانی که هستن بتونن بالای ظرفیت خود کار بکنن و چه راه حل هایی در رابطه وجود داره؟ خب در حقیقت زمانی که اگر خود دولت ما جوانان یک نقطه کلیدی قرار بدن، به اونا توجه داشته باشن، خود جوانان کوشش میکنن که خود پیشرفت بدن. خب امروز ما در جامعه خود جوانان را داریم که خیلی سوی بلند درس میخوانن یا خیلی شخص هستند که میتونن در یک بخش خیلی فعالیت درست داشته باشن، اما بر اونا جای بر خود دولت گذاشته نشده، به افراد گذاشته شده که در حقیقت به جوانایی هست که یعنی در حقیقت به شکل واسطه هست، به شکل واسطه پیش میرن یا به نام پدر پیش میرن، یعنی به جوانایی که واقعا اونا کار میکنن، زحمت میکشن. امروز به دولت ما کار نیست. اگر ما بر اونا وقت بدیم، فرصت بدیم و بر اونا موقع بدیم که اونا میتونن خود پیشرفت بدن و ازی هم که در ترقی کنن، در حقیقت ما میتونیم خیلی یک جامعه شگوفایی داشته باشیم. امروز ما شاهد هستیم که زیادتر جوانای ما خارج میرن یا فرار از کشور میکنن که در حقیقت ای از جمله دلایلش است که در اینجا طبعا برشون زمانی که شرایط مساعد نباشه، زندگی خوب برشون مساعد نباشه، طبعا اونا کوشش میکنن که خارج از کشور زندگی کنن. بله. اما ای فکر میکنم مؤثرتر هم هست به ای که تمام جوانان مثلا یک فردی که هست باید از خودش شروع بکنه. در این باره چی نظر داره؟ خب زمانی که میگیم یک فرد باید از خودش شروع بکنه، درست فرد داخل اجتماع میشه زمانی که از مکتب فارغ میشه به بلندترین درجه یا اول نمره عمومی، به می شکل در داخل پهنتون یا در کورسایی که هم میره، اما زمانی که در داخل محیط کاری میشه اصلا بر او جوان کار نیست. به نظر شما یه جوان مایوس نمیشه؟ بیاندازه مایوس میشه و خود قسم مینگره یا به خود قسم نگاه میکنه که تحصیلی که ما کردیم بیفایده است، بهتر بود کار میکردم یا یک جای میرفتم زحمت میکشتم، حداقل پول به دست میآوردم. یعنی این دلیل شده میتونه که بعض جوان ها اصلا علاقمندی نمیداشته باشن. حتی ما امروز شاید صحنه هستیم که زیادتر جوان های ما به مواد مخدر رو آورده، جوانایی که میتونه سرنوشت ساز شه به کشور ما، میتونه پیشرفت بده کشور ما را و در حقیقت اونا قشر کلیدی ما را تشکیل میدن که اصلا توجه در این بخش صورت نگرفته. خب اگر اونا بخواین از خود شروع بکنن، باز ما میتونیم از خود شروع بکنیم، یعنی از یک بزنس بسیار کوچک آیست آیست به بزنس متوسط و بعدا میشه یک بزنس بزرگ تبدیل شود که از این طریق ما میتونیم شروع. بله. ظرفیت جوانان چقدر تاثیرگذار است بالای
بقیه ابعاد اجتماع، چون جوانان بیشتر قسمی گفتن یک قشر خیلی بزرگ از یک جامعه را تشکیل میده، اما اگر قرار باشه به ظرفیتشون توجه نشوه، نتونن که ارتقا بدن ظرفیت خود در راستایی که میتونن خدمت به جامعه داشته باشن، چقدر میتونن مشکلات بر خود اشخاص افراد و به جامعه وارد بکنن؟ خب زمانی که ما به جامعه خود نگاه کنیم، در حقیقت میتونه خیلی مشکل زیاد را در اجتماع ایجاد بکنه. فرض مثال از یک خانواده شروع میکنیم، برادر بزرگش زمانی که هی بزرگ شده در اجتماع اصلا جای برازو نیست. خب طبعا برادر کوچک خودم میگه که بیا بهتر از با ما کار کنی، اصلا درس تعلیم نخون. پس این میتونه خیلی یک نکته منفی را بالای شخص وارد کنه، یعنی در حقیقت ذهنش شستشو میکنه، چون برادر بزرگش به او به شکل گفته. پس طبعا او سینفی یک شخص است یا دوست یک شخص است، در اجتماع میره به شخص دیگه بیان میکنه. به می شکل آیسته آیسته قشره که واقعا درس میخوانه، واقعا میخوانه یک چیز شوان دارنده، او قشر از بین میره. بله، از خانواده دقیقا و برادر یاد کردین، چقدر حمایت ها از سوی خانواده، از سوی نزدیکا، مخصوصا دوستا میتونه تاثیرگذار باشه بالای از اینکه یک شخص تلاش بکنه به اینکه بتونه به یک جای برسه؟ امروز ما شاهد هستیم که بیشترین افراد که میبینیم که به بهترین سویه یا به بهترین درجه رسیدن تشویق خانوادهشان سبب شده. یعنی هر چقدر که خانواده تشویق کنه، هر چقدر که خانواده پشتبان یک شخص باشه، به مو اندازه شخص میتونه پیشرفت کنه، به مو اندازه شخص میتونه ترقی کنه و به می شکل فامیل یا اقارب، یعنی خیلی میتونه که بخش سرنوشت ساز یک شخص باشه، و یا هم حمایت برادر بزرگ، حمایت پدر، که در حقیقت میتونه سرنوشت یک شخص بسازه. و زمانی که ما ببینیم که حمایت برادرم با ماست یا حمایت پدرم با ماست، در حقیقت ما فکر میکنیم که ما به یک کوه بلند استوار تکیه کردیم و ما میتونیم خیلی به شکل موفقانه حرکت بکنیم، که ما میتونیم به مثل یک پایه های یا مثل یک نابینایی که به دستش عصا شوه، به او شکل میتونیم بعد نظر بگیریم، که میتونه خیلی کلیدی باشه. بله، زمانی که در شما هر کس کار بخوای که انجام بده، طبعا با چالش های مواجه میشه و ارتقای ظرفیت از دست از عواملی است که میتونه شاملش باشه. زمانی که من مثلا میخوایم به خاطر از که ظرفیتم بیشتر شوه یا دانشم بلند بره در عرصه هایی که من برش علاقمند هستم، طبعا کسانی هستن که نمیخوان یا به نحوه میخوان من رو منحرف بسازن از راهی که میرم. افکار ما باید چگونه باشه تا حداقل اگر کوچکترین کاری که ما میتونیم به خود انجام بدیم از هم دست نکشیم؟ افکار ما باید به شکل باشه که مثبت باشیم، همیشه مثبت نگر باشیم. در جامعه کنونی ما، در آینده ما، همیشه باید مثبت نگر باشیم. نباید قسم بنگریم که آینده ما در وطن ساخته نیست، بلکه باید قسم ببینیم که کسی که آینده ما را می سازه خود ما جوانا هستیم، و خود ما جوانا هستیم که اینمی کشور را می سازیم. خب در حقیقت خودم در جمع جوان حساب نکردم، شماها را گفتم که در حقیقت شماها میتونن که نقطه کلیدی باشه و آینده ساز باشین، که میتونن گام به گام پیش برن، پله به پله پیش برن و در حقیقت موفقیت بزرگش مقدس بیارن. دقیقاً چه راه حل های بر شما پیشنهاد میکنین؟ چون بیشتر هم در لابلای صحبت هایتان یادآور شدن که زمانی که دولت توجه جدی نداره و بیشتر به جوانان تحصیل کرده هم زمینه کار مساعد نیست و با واسطه و زور و پول پیش میرن، رای حل شما مشخصا در این رابطه چی است؟ به همون نهادهایی که مربوطش میشه، چه دولت است، چه نهادهای خصوصی است، و چی موارد مربوط به جوانان میشه که باید رعایت بکنن؟ خب مواردی که مربوط به جوانان میشه، هیچ وقت منصرف نشن در قدم اول. زمانی که میبینن دولت بر از اونا توجهی ندارن، خودشان به خود توجهی داشته باشن، یک برنامه بسازن. امروز ما جوانایی داریم که اونا از پنتون فارغ میشن اما اصلا نمیفهمن که ما برم در بخش اقتصاد کار کنم یا در بخش حقوق، قاضی شم یا وکیل مدافع. یعنی در حقیقت ایره نشان میده که هنوز به خود یک هدف تعیین نکردن. اگر هدف درست داشته باشن، مقصد درست داشته باشن، میتونن به پیشرفتی دست پیدا کنن. اصلا نبینن که اطرافیانشان برشون چی میگن. خب نقاط مثبتش درست است که جذب بکنن، اما منفی کسایی که برشون منفی میبینن، اونا منفی ننگرن، به شکل مثبتش پیش برن. و طبعا ما به ایالت نمیمانیم، آیست آیست پیشرفت میکنیم و در حقیقت میتونیم یک دولت شگوفا و
ترقی داشته باشیم. دقیقا. و خیلی کتو از برنامه ریزی یاد کردن میشه که در مورد ای که موارد اصلی که باید در اولین قدم های یک برنامه ریزی برای پیشرفت و ارتقای ظرفیت باشه کتو صحبت بکنه. خب یک برنامه ریزی درست قسم قبلا اشاره کردم که اول یک هدف بر خود تعیین بکنن که یا اونا در هایده میخواین چی شون، یعنی شغلشان چی میخواین انتخاب بکنن، گمراه نباشن و هدف را انتخاب کنن که در حقیقت بشان از اونا باشه. یعنی اگر سارنوال میشن در هاینده یا یک استاد موفق میشن یا یک قاضی موفق میشن و برنامه ریزی که برنامه به شکل درستش تنظیم میکنن باید در هو عرصه کوشش هم بکنن، یعنی فقط نباشه که برنامه ریزی داشته باشن اما کوشش نداشته باشن، یعنی همه چیز بستگی به کوشش خودشان میشه که درس درست بخونن، کوشش بکنن به شکل در مکتب در پهنتون. آهسته آهسته مطمئن هستم که در هاینده خیلی یک شخص موفق خواهد شدن. بسیار زیاد تشکر استاد از که به برنامه ما حضور پیدا کردید. تشکر از شما، خیلی خوشحال شدم که دوباره شما رو دیدم. سلامت باشید. ممنون شما. میریم به سراغ میان برنامه خیلی کوتاه و زود برمیگردیم.